آدمی به خودی خود زی اختیار نیست، هر که هست به امر حق است، اگر گبر است یا مؤمن. قدرت الهی بر آدمی چون آسمان بر زمین غالب است. حق می تواند نیک را زد و زد را صحت نماید و حدوث فعل در قدرت حادث نقشی ندارد و انسان را استطاعت نیست که بر قدر قدرت یابد. این گیهان روزن بر سبیل خاصوی است. ولی یا شیخ سوالی دارم. کودک در مجلس دست ندیده بودی؟ نقلی نیست، سوال را باید جواب داد. خدا میتواند هر کاری که میخواهد بکند، هر چه خواهد، حتی برخلاف اون چه هست روز و شب کنه. قطعا. این چیز که میپرسی حرف کودکانه. حضرت شیخ، دو علاوه بر دو چند میشه؟ این را همه میدونن. خب من طفلی بیش نیستم. میشود چهار اگه خدا بخواد. میتونه پنج بشه؟ آری. پس میتونه مسلمون رو گرب کنه و کافر و مسلم؟ بیشک بچه. پس اگه همش به دست اوست و ما بی اختیاریم عابد و فاسق به رأی اوست، پس شما چرا اینجا جمع شدید؟ همه اینها که از جهد و عبادت میگید یک سر بیهوده میشه. پس بهتر نیست این جماعت به خونه هاشون برن و کار به خود خدا بسپرن؟ اینها را کدوم آدم نابخرد فاسد اخلاقی به تو یاد داده؟ ها؟ ما که زی اختیار نیستیم، لابد خود خدا. این طفل نامسئول را به بند کنید، شیطان در اون حلول کرده است. بلد جموش آب شده رفته تو زمین. دکتر آزاد صبر کن استاد. صبر کن. چی شده؟ چی شده؟ بگو چی نشده حکیم؟ چی شده؟ تا این اولاد ذکور تو شهر رو با آتیش نکشه دست از سر ما برنمی. چی کار کرده؟ او این پسره. سلام شیخ. میگه چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ چی کار نکرده؟ کوین نمیدونی بگی چی شده؟ بگردی تنگاه شدی؟ باید اون کرده جمشید. شیر محمد تا این ور بودو بیم این بچه کجا غیبشن. جمشید چی میگی؟ اگه اونو بگیرنم خفم میکنم. برو. اگه چی کار کردی؟
تو اینجا چه کار میکنی؟ برو پیکارت. برو بچه اینجا من اصلا برو. برو بچه برو. راه میافتیم. حرکت. من و تو نخورد خودتون راضی به نظر میای. ای دست ازم با آهای اون آبو بیار تا گرده را بشونم. شما دولنگه ایده یا این کمک ببین شعور و خرد کی میاشد؟ آخه این ابزار به کار کی میاد؟ بگی بذار زمین. ای بابا مگه ما حمالی؟ بله بدش من چه چلوی از آب در بیاد افسر. این بار گفتی مبادا جلوی صفتر چنین یاوهی بگی که دهانت رو به هم میدوزه. البته ناب مجونی از این برنج آرد میسازی ها. خب برای خودمون که نگفتم، برای جماعت گرسنه گفتم. حراج خر به زور میبره.
اونی که میبره اگه بدون جون رعیت رو میبره اسمشو هی میکنه و میره. لعنت خدا بر دل سیاهشون. الهی که دفتر نگفت نفرین قدغن؟ نگفت دعا کنید که اگه بذارن ما رو جاش نذارن؟ ای دست ازم به اون آش. خواهم ببینم جا افتاده یا نه؟ تا تو بخوای ببینی جا افتاده یا نه بقیه باید تاون دیگولیس بزنن. خب بابا چقدر قر میزنی؟ بس هم میزنم ته نگیره. این حیوانه عرق دارن. مواظب باشید خوششون کنین نه چون زمون بسته. این همون بزغاله ای نیست که سفتر بخشیده بود به اون پیر زن بدبخت؟ خودشه. بی انصافا دوباره گرفتنش. سلام. علیکی سلام. بایسا ببینم. سلام چی بایسا ببینم. بگیرین بزغاله رو. بگیرین. بگیرید بگیرید خیلی زرنگه بروجکه بگیریدش یه دو سی هر جا که سگ ترکتی میکشه سر زدیم آب شده و رفته به کاب خاک. من پسرمو از تو میخوام. اگه این مردم دور از فهم این بلای سرش بیارن چه خاکی بچم کنیم. نفوس بردن دخترم پیدا میشه. سید تو رو خدای کاری بکن. چه کنه مالو اسبابشو بردن خم به ابرون انداخت و پی این خیره سر. تو چی؟ چی میخواستی بگی؟ میخواستم بگم که یا الله چه خبر؟ همه گذرها رو یک به یک رفتم. حتی در خونه ها رو هم زدم. نیافتی؟ شرمنده. به حق قسم مگر از این در نیاد تو. اگر نه او رو سیاستی میکنم که عبرت عالم و آدم بچه. آخه یه الف بچه چه به درس شیخ شهر کاشان؟ نوبه این حرفا نیست من. چاره ای بکن. من میدونم. طفل و بازیگوش. امیر. به بازی و سر به هوایی خودشو به گاری خراج انداخته. رسم طفل تو شنیدم. بلوای امروزشم به گوشم رسیده که چطور جناب شیخ و اسباب هزل و طرب مردم کرده. شیرین عقله لغو گفته. مادرش تو خونه بیتابه و دم گرفته. استدعای یاری از شما سمیر. زبون پرفادتونو برای خودتون نگه دارین که از چشماتون احترام نمیریزه. وامدار حضرت داروغ است. کلامتو نگه دار. گفتم از خراج اکناف که سیاهه کامل کنن برمیگردن. ولی امیر دیگه چی؟ ولی وقتی اومدن بیا کودک شیرین عقلتو ببر. میخوام چه کنم بچه یه نفهم تو رو بزرگی امیر. امیر زدن و بردن.
ترارا ناغافل از هر سو شبیخون زدن. شمشیرهای آختشون نفسمونو گرفت. کم تعداد بودیم و بی حواس. گاری خراج بردن. این خاک بر سر شما. خارای بیابون از شما مفیدترن. معلوم زده به خردتون. همون گاری که خدمتتون عرض کردم. تو رو به خدا کاری کنید. دست ما رو بر نگردون. دیگه تاب یاوه شما رو ندارم. بسه. غنیمت خوبی بود. ولی گندامش هم بود. شکری نکن. همینم خوبه. خدا رو شکر. این کتابا رو میشناسم. آقام شماری از اینا رو داره. این اوصاف الاشرافه. اینم شاهنامه است. راستی دوزده چه به کتاب؟ ببینم دوزده کتاب هم میخونم. فعلا این پیاله شیر بز رو بنوش تا بعد. نگفت چی پیش اومده؟ نه خاتون، مضطرب و نگران در انتظار زن شما. توکل به خدا داشته باش. باز چه کاری درست نمیشه. سر داشته باش. خاتون دستم به نماش. این چه کاریه؟ دردت جونم دخترم. امیدی جز محبت تو برامون نمونده. امید که به خداست. هرچه بخواین در طبق اخلاص. لطف شما مهنت باری که به دل دارم و چون اصل شیرین کرده. خاتون وامدار خاندان طبیبه. جمشید پسرت دخل و خرج هیچ کدام از ولایات همخوانی ندارد. به نظر همخوانی ندارم. با احتساب به آن 110 رأس به علاوه سرحدات منتسب به ولایات مجاور که همگی آنها بر بسه سرم را بردی از بسلا بکردی. بیرون، همه بیرون. عذر تقصیر که در میان امر دیوانی. این چه حرفیه جان دل؟ دیدار زیبارویان بر همه چیز افضله، خاصه اون که بار بلور هم داشته باشه. خاتون به جهت استدای اومده. بی کم و کاست اجابت میشه. لب تر کن مهر دلم. انگار به دنبال سوزنی در کاهدونی از این جست و یاب میکنی. هرچی میگم شب است و شب سیاه است و سیاهی همچون چتری بر صحرا افتاده. انگار قصه به گوش خر میخونن. منظورتون حاکم بود؟ سوار شو که فعلا انتری بزم خاتون شدی. بعدم حتما گفتی اگر خدا بخواهد میتواند دو را به علاوه دو بکند پنج. بله. بعدم پرسیدی چرا ما زی اختیار نیستیم. اینا رو از کجا میدینی؟ سرگونی رو محکم ببند. بچش من هم روزی مثل تو بچه بودم و سوالات زیادی داشتم. سوال که بسیاره، جواب کی میوست؟ احسنت. و اما جواب امر و قضای الهی بر همه اعمال ما مستولی و حاکمه. آقا برای اون پیرزنه که دو هفته پیش دامادش کشته شد آذوقه ببریم؟ حتما، فراموش نشه. و خود حضرت حق ما رو اراده فرموده بر توانایی افعال. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یعنی اگر قضا و قدر مربوط به افعال خدا باشه قطعی و حتمیه، و اگر مربوط به اعمال و افعال مردم باشه یعنی من و تو، به معنی حکم و امر و ارشاده و انجامش منوط به اراده آدمی زاده. اینایی که میگی یکم برام ثقیله. بله ثقیله، اما نه برای بچه مثل تو که از خط اول کتاب اوصاف الاشراف رو از شاهنامه تشخیص میده. شما که اینقدر از علم خدا آگاهی، رواست تراری و راه زنی گناه نیست؟ من خودم هم این کارو نمیپسندم. اما تو ظلم و جوری رو که به مردم میره رو نمیبینی؟ مردم برای نون سفرهشون لنگن و حاکمات تیغ به گلوی مردم تیز میکنن. مرد خدا رو کنج عافیت صلاح نیست وقتی که خلق در اسرت و رنج به سر میبرن. اسم این کاری که شما میکنید اگه دزدی راهزنی نیست پس چیه؟
تو از اهل فتوت چیزی شنیدی؟ نه. صفتر، آذوقه فقرا رو همونطور که گفتی تخس کردیم و همه آماده ایم. چه کنیم؟ آقا، من با چی بیام؟ شما قرار نیست بیای. در بونه بمونی بیشتر بهت خوش میزه. آخه گفتم که نمیشه. بیابون هم نیست، خطر داره. همینجا بمون، به مدد حق سعی و سالم به دست پدرت برسونمت. مگه شما آقا ما میشناسی؟ اگه نگفت پسر مسئول طبیبی. خب چرا؟ کیه که طبیب حاضر و خوش انصاف شهر کاشونو نشناسه؟ تا بیار جلدی برمیگردم. افضل مراقب این بچه باش، سر بزرگی نکنه و کار دستت بده. خیالت راحت. به امید خدا. یو ولی خدافظ. بنداز ببینم بیبوته راست اینیسی هست بیاری. با جواردی باش خب این مال تو بیا. دارم مال تو اینو داشته باش. چقدر خونی نفله بیگی که من بنداز بیبوته این نفر دیگه بوزا بردی. خوب گوش کن، یه کلمه دروغ و کذب مساویه با قرمز شدن بساط خمارت با خون سرخ شارگت. چی شده حضرت بالا؟ من کمترین بی اذن شما چه کردم که مستحق دیزی هستم؟ چه رباف؟ گاری خراجی که با آدم زدی کجاست؟ گاری خراج؟ گفتم کجاست؟ حضرت بالا، من چی بی خبر و بی اجازه شما شبی خون زدم که این بار دویون باشه؟ من جر عقلم پارسن برداشته. خفه بوزینه لابد دست صفتر و یاراش بکاره، که اگه اینطور باشه شما بزاوردین حضرت بالا، که تا این موقع به جماعت دم دستی و دست به دهن واداده. دیگه دنبال اون مال نباش. کی پی ماله؟ من امشب اونا رو میخوام، تو هم باید تو پیدا کردنشون کمکم کنی. این صحرا مثل دریاست، چرونه ای نداره بی پدر. این تیغم تاب نگهداری نداره بی پدر. زالش نیست دفتر رو بفروشم، هرچی باشه این کبیر مرا میداره. مطمئنی؟ نه مطمئن نیستم. شنیدی که خاتون چی گفت؟ حاکم عهد کرده که عهد کرده قسم که صبح شده جمشید اینجاست. از کجا معلوم؟ گیرم که معلوم نباشه، بازاری و لابه معلوم میشه. بیم دارم حرامیا زجرش بدن و آسش کنن و صداش به جایی نرسه. ای خدا، چرا کسی نیست که به فریادم هم برسه؟ بچه جون کلافم کردی. چرا منو بسیر این کنده؟ روان من تا کنون اینجوری بی اغما نرفته بود. من از کجا بدونم که اهل فتوت رو خدا و رسول چی گفتن؟ پس من اینا رو از کی بپرسم؟ من چه میدونم؟ چه فسخ و معصیتی کردم که به دام تو افتادم؟ من باید شوربا بسازم، اگر نه این خیلی گرسنه باید سر بیشام زمین بگذارم. اون دیکتی که خیلی برای شوربا کوچیکه. بله کوچیکه، میخوام شوربا قلیل بسازم. پس بگو اون چیه دور گردنته؟ سور. به چه کار میاد؟ سور میزنم تا همه برای خوردن غذا خبر بشن. یه بار بزن دیگه. ای خدا ناشه. چه جاله تو بوغ زدی اومدن، ولی هنوز شوربات آماده نیست. آقا
آقا جون، جمشید که هی برمیگرده خونه. بیا پیش من. دستای کوچیکتو به آسمون بلند کن. از خدا بخواه. خدا خاطر بچه ها رو خیلی میخواد. اون وقت سلامت برمیگرده آقا جون. خدای جمشید نگهدارمونه. نورا رو تو آسمون میبینیم. اینا دوستای جمشیدن. وقتی بهشون خیره بشی صورت جمشید جلوه میکنه. نه دستای کوچیک تو به آسمون بلند کن. از خدا بخواه. خدا خاطر بچه ها رو خیلی میخواد. اون وقت سلامت برمیگرده آقا جون. خدایا اونقدر میدونم که ستاره ها کنار هم نقش و نگار زیبایی هستن. حتی صورت فلکی رو هم میدونم. آفرین آفرین. اگر به دنبال راهی در آسمون هستی، باید همینجا روی همین زمین خاکی به دنبالش باشی. بی جهت نیست که خداوند تبارک و تعالی به ماه و ستاره و خورشید و آسمون قسم یاد کرده. خداوند این همه عظمت را آفریده که ما در بحرش غور کنیم. اینها همه رد و نشون آیتیه برای اهل خرد، برای اونایی که فکر میکنند. از ناصیت پیداست که به دنبال علم افلاک و آسمونی، اما یقین داشته باش علمی که برای خدا و در راه خدا نباشه جهالت هست و حجاب. خوب گوش کن ببین بو علی چی میگه. فلک جسمی است چون گوی گردنده، اندر جای خیش و اندر میان او چیزهایی که حرکت آنها به سرشت خیش به خلاف حرکت فلک است، و ما اندر میان اوییم. از این حرکت اوست که شب و روز و برودت و حرارت بر ما پدید می آید. سرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب و حوت و دلو همه بر مدار فلک است. فهمیدی؟ اینها رو همه نظمیه که اگه عارف باشی میفهمی که ذات باری تعالی چه عظمایی است. اون وقت اگه سجده نکنی شرط مروت نیست. Thank you.
دوزی تو روز روشن و عبادت تو تاریکی شب. چه اعتقاد خوشگلی، قبول باشه. گفتی زدی و بردی و خوردی و تموم. ها؟ زیرکتر خود ندیدی، نه؟ مطمئنم بعدم میخوای بگی که ما در معاصره هستیم و بهتر سلاحمون رو زمین بذاریم و کت بسته تسلیم توشیم. Thank you.